لاری های عامل 2500 تن گندم از شهر عطاری در شمال هند روزشن به بسوی افغانستان حرکت کرد. این پانزده همین محموله ی گندم است که به افغانستان می فرستیم که شامل 2500 تن گندم است. بال سال این محموله به صورت مجموعی تا کنون 36 هزار تن گندم به افغانستان ارسال شده است. حالا از 50 هزار تنی که قرار است ارسال کنیم 14 هزار تن باقی می ماند. 12 همه ماه جولای با عنوان آخرین تاریخ حرکت در نظر گرفته شده است. امیدوار هستیم تمام محموله ها قبل در پس از زلزله ماه جون در افغانستان که باعث جان باختن بیش از 1000 نفر زخمی شدن حدود 2000 تن و بی‌خانمان شدن بیش از 10000 نفر گردید حکومت طالبان خواهان کمک های بیشتر بین المللی گردید. این محموله بسیار مفید خواهد بود و بسیاری از گرسنگان را سیر می کند. ما با محموله های بیشتر از هر کشور نیاز داریم. از آنان می خواهیم که به ما کمک کنند و اجازه دهند زندگی شاده داشته باشیم. وضعیت افغانستان خوب نیست. پس از زلزله ماه جون افغانستان در زمینه تسهیل سرپناه و معیشت برای بازماندگان این زلزله با یک آزمون بشری مواجه است. دفتر هم آهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یک برنامه کمک های استراری سه ماهه را آماده ساخته است. در عین زمان در حال کار روی یک برنامه درازمدت برای رفع نیازهای مانند سرپناه می باشد. The three plan is really... برنامه سه ماهه یک کمک اضطراری است اما بدون شک که دیگر اداره های تخصصی و سازمان های غیر دولتی به دنبال برنامه طویل هستند مامانتار که گفتم با سازی معیشت و چیزهایی است که بر رسیدگی و فوری نیاز ندارند برخی از نهادهای خیریه افغانستان نیز در صحنه حضور دارند بنیاد رفاه المواسد کمپاین کومکی را برای قربانیان زلزله در ولایت پکتیکا راه اندازی کرده است درست خود اغه بهر میشت افغانان چې په بهر کې وسیګي اوغه تجاران چې په داخل کې دي د غوی لوخانه الماسات خیریه بنسټ ته ټولنی ترازی او بیا د خپل په خپل سره دغه بازماندگان زلزله ماه جون اکنون در خیمه ها زندگی می کنند و نگران های آینده هستند با سردتر شدن هوا آنها امیدوارند که کمک ها به موقع برایشان برسد تا خانه های خود را بازسازی کنند و زندگی خود را از سر بگیرند نجیب خلیل تلویزیون آشنا صدای امریکا واشنگتن